این چه احساسیه که من و تو مثل همین، از همه دنیا جدا، نه زیادین نه کمین. دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام لحظه هم تو هوا پر میزنی. دارم ست میکنم توی بیداری و خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. این چه احساسیه که بی تو آروم ندارم، حتی وقتی با منی باز تو رو کم میارم. دارم ست میکنم خیلی نزدیکی به من، خودتو نشون بده عاشقونه حرف بزن. دارم ست میکنم مثل روزای قدیم، هنوزم کوچه عشق و من و تو خوب بلدی. این چه احساسیه که بی تو آروم ندارم، حتی وقتی با منی باز تو رو کم میارم. این چه احساسیه که واسه من مقدسی، تا دلم تو رو میخواد تو به دادم میرسی. دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام دسته هم تو هوا پر میزنی. دارم ست میکنم توی بیداری خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام لحظه هم تو هوا پر میزنی. دارم ست میکنم توی بیداری و خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، با یک برنامه دیگه از برنامه سکوت در خدمت شما عزیزان هستیم، تولید از گروه هنری تصویر سازان. امشب در خدمت یک مهمان بسیار بسیار ویژه هستیم که زحمت کشیدن و دعوت ما رو قبول کردن. بسیار بسیار ما خوشحالیم که در خدمت ایشون هستیم. من خیلی مشتاقم که زودتر ایشون با شما آشنا بشن و دیگه درگیر گفتگو و روال برنامه بشیم. به خاطر همین ازشون خواهش میکنم که یک سرابرنی که کوتاهی با شما بینندگان عزیز داشته باشن. آقای مفید بفرمایید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. امیدوارم که همتون حالتون خوب باشه. جناب عالی هم همینطور. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقا خیلی خوش آمدید آقای مفید. زحمت کشیدین به برنامه خودتون تشریف آوردین تا من و آقای مفید و شما عزیزان آماده بشیم برای ادامه گفتگومون. یک میان برنامه کوتاه با هم می‌بینیم، برمیگردیم می‌ریم سراغ ادامه برنامه. بله، ممنون که منتظر ما بودین. ما بحث رو می‌خوایم شروع بکنیم با آقای مفید، با این سوال که در ذهن همه شما بینندگان عزیز هم حتما شکل گرفته، برای خود من که خیلی جالب جواب این سوال. آقای مفید، شما رو مدتیه که ما توی صحنه تئاتر، توی کارهای سینمایی نمی‌بینیم و مدتیه که شما فاصله گرفتین. توی این مدت شما کجا بودین؟ مشغول انجام فعالیت هنری بودین یا اینکه اصلا کلن این مقوله رو کنار گذاشتین؟ من مدت هست که پیش دایم کار میکنم، دایم هم بیکاره. خدمت شما درود بر شما. نشد دیگه، یعنی نشده تا حالا کار بکنم. من از 35 سالگی به این ور در کشور خودمون که کار نکردم، این ور توی آمریکا و مقداری با رفقایی که بودن مثل آقای بهرام وطن پرست و اینا کارای میان پرده کمدی نمایشنامه هایی گذاشتیم، ولی کار حسابی زیاد نداشت. جدی باشه تا خدا بیامرز
برادرم بیژن زنده بود، چند تا کار از کارهای ایشون مثل ماه و پلنگ و شاپرک خانوم و یکی دو تا کارم از برادر دیگه و اردوان کار کردم. ولی بعد از اون دیگه ایشون که فوت شد کلن سر هممون شلوغ شد، دیگه نشد که کار بکنیم. چرا کارهای میان پرده نمیم شو این چیزها رو اجرا کردیم، ولی کار جدی خیلی کم اجرا کردیم. پس به طور کلی دور نشدین و اگر که حالا کاری که به اون صورت نبوده اون در این ور آبا که نه، اون ور آبا سال هاست دیگه، از 35 سالگی به بعد بنده خیلی دورم از بله سینما و تئاتر ایران. آقای مفید، شما اولین کار هنریتون رو چه سالی انجام دادید؟ یعنی هم چه سالی بود که انجام دادید و هم شما چند سالتون بود؟ اصلا از من تاریخ نپرسید. تاریخی چی نمیدونم. فقط میدونم 4 سالم بود رفتم رو صحنه. از 4 سالگی و پدرم یه نمایش بودن، یوسف و زلیخا بود. بله. که قبلش هم یه بار ایشون اجرا کرده بود باز با یکی از اعضای خانواده. ولی دفعه دوم که من بازی کردم میدونم که خانم هورفر زلیخا بود، پدرم هم یوسف بود. درسته که اون نمایش اولی که ایشون اجرا کرده بودن ایشون توش یوسف نبودن، ولی تو این نمایشی که من بازی کردم ایشون یوسف بودن، خانم هورفر زلیخا بودن و دیگه همش من پشت صحنه پلکیدم. یعنی من کمتر بیرون رو دیدم، همیشه یا پشت صحنه بودم یا جلوی دوربین بودم. در هر صورت من اون ور قضیه بودم، این ور قضیه کمتر زندگی کردم. بسیار عالی. آقای مفید، حالا الان که بعد از مدت ها به هر حال من شنیدم که شما تشریف آوردین، به هر حال اینجا شما سینما میرید، تئاتر میرید، کارا رو پیگیر هستید، ممکنه که مجلاتی که در این خصوص باشه شما مطالعه بکنید. فکر میکنید که ما الان توی این مدت سالهایی که گذشته پیشرفت فعالیت های هنریمون چطور بوده تو حوزه فعالیت خود شما؟ ببینید، کلن هنر یا هر کاری شروعی داره، پایانی داره و همیشه جلو میره، عقب که نمیره. بله. ببخشید. این کار هم نمیشه مثلا من بگم الان به شما میگم نه خیر آقا الان کارا خیلی عقب تر از زمان ماست. نمیتونه باشه. بله. هم بچه ها باهوش تر شدن، هم کامپیوتر و رایانه و این چیزهایی که هست کمک کرده. از نظر آموزش، از نظر تربیت، از نظر همه چی بچه ها جلوترن، نمیتونی شما بگی عقب ترن. یکی از دوستان به من گفت چطور شده که هنوزم بچه های کوچیک مثلا 14-15 ساله 13-14 ساله شما رو یادشونه. بله. و تا بزرگترها که دیگه حتما یادشونه. بودم یکی این که اولا اونور فیلم های ما رو میذارن. بله. یکی دوم این که متاسفانه انقدر تئاتر و سینمامون جلو نرفته که ما رو فراموش کنن. مثلا تو آمریکا الان دیگه کیت دوگلاس و بت لنکستر و یا عقبتری یا بازار مثلا سر جان گیلگود و نمیدونم سر لارنس اولیویه اینا. بله. اینا رو یادشون نیست دیگه، جاشون آل پاچینو و رابرت دنیرو و اینا که الان هستن و نسل جوان‌تری که داره میاد داره اینا رو کنار میزنه و داره جاشونو میگیره. یعنی شما دلیل این به یاد موندن رو این میدونید که هنوز اون سرعتی رو پیدا نکرده که بله، برای پیشرفتش هنوز فراموش، یعنی اصلا پیدا نشده هنوز کسایی که جای اون محبوبیت ها رو بگیرن. بله. مشهور چرا خیلی داریم، قدیم هم همینطور بود، مشهور زیاد بود. محبوب یه چیزیه که باید به دل تماشاچی بشینه، باهاش زندگی بکنن و حالا چه در کار تئاتر، چه در کار سینما، چه کارگردانی، چه بازیگری فرق نمی‌کنه. بله. مثلا مثل علی حاتمی دیگه پیش نیومده، یا مثل مسعود کیمیایی. بله. که تماشاچی با این رابطه برقرار کنه و دوستشون داشته باشه. درست. کارگردان هم اصلا به سینما مثلا به عنوان هنرپیشه که نگاه نمی کنه. بله. یکی دو تا هم که هستن هنوز باز از بچه های قدیمی هم مثل آقای سیروس الوند یا بقیه بچه هایی که الان حضور ذهن ندارم، ممکنه اسمشون رو ممکنه بیاد برنامه یادم بیاد. درسته.
ولی خب مثلا بچه های جدید من میدونم که فناوریشون بهتر از قدیمی هست. یعنی ممکنه علمشون بالاتر باشه ولی اون ریزکاری ها و اون اصول رو رابطه با تماشاچی برقرار کردن رو هنوز یاد نگرفتن مثل قدیمی ها. احسن. و وقت این رابطه برقرار کردن شما در فروتنی با رفتار با مردم در بیرون از پشت صحنه، در بیرون از صحنه تئاتر میبینید یا نه این توی یک نوع بازی یک کلن فروتنی و غیر فروتنی نداره. خیلی آدم ها هستن که خیلی هم بد اونقند ولی از نظر مردم مردم دوستشون دارن. احسن. کارشون رو دوست دارن، نه اینکه مثلا چون این خیلی آدم خوبیه بغل میکنه آدم رو ماچ میکنه حالا احوال میکنه مثلا باش رفیقا، نه اونا کارش رو صحنه میبینن و اگر بتونن خودشون رو جای اون بذارن، یعنی بله. همزاد پنداری بکنن خب خیلی خوش میاد، ولی اگر نتونن خودشون رو جای اون بذارن و حس کنن که توی این نقش یا این موقعیت قرار نمیتونن بدن خودشونو، باهاش رابطه برقرار نمیکنن و مطمئنن بازخورد خوب رو ندارن از طرف مردم ندارن. برای خودشون. آقای مفید ما اینجا یه مقداری یکم سوالاتی میپرسیم که به دوستان نزدیک میشیم. حواسم پرت بود مثلا آقای مهدی فخیم‌زاده. بله از کارگردان خوبی کشورم. بله یکی از بچه های قدیمی هم هست، یه سریال ساخته بود واقعا من از پاشتکون نخوردم تا تموم شد، پلیسی بود. بله بله. و همون بچه ها من تو کارهای دیگه دیدمشون، دیدم در اون حد نیستن. چرا؟ برای اینکه آقای فخیم‌زاده میتونه اون رابطه رو میتونست برقرار کنه. درسته. هر کسی نمیتونه خب. که اون رابطه ای رو که توی نقش قرار گرفتنش رو با مردم ایجاد بکنه. ما میخوایم یه مقداری وارد سوالایی بشیم که یکم خارج از حوزه حالا تئاتر و سینما است. یه مقدارم که میخوایم نظر شما رو راجع به یه سری مواردی بدونیم و به شما یکم نزدیک بشیم. آقای مفید موفقیت از نظر شما در چیه؟ شما به چه کسی بگید موفق؟ که خودش از خودش راضی باشه. پس نظر شما اینه که اگر کسی در جایگاهی قرار گرفت و گفت من میخوام به این برسم و رسیدم موفقه، ولو به اینکه از نظر حالا اون اجتماعی که وجود داره یا اون مردم یا اون عرفی که هست آدم مقبولی نباشه. نمیدونم این شما یه جور مخصوص دارید ترجمه میکنی. من یه آدم یه آدمی که راضی باشه از زندگیش، از خودش، از اینکه کارهایی که کرده خجالت نکشه و کارهایی که میخواد بکنه رو احساس کنه راش واضحه، مثل مثلا این 35 سال ما نشه که راه باز نبود که من برم. بله درسته. خلاصه در نتیجه خب راضی هست، یعنی کسی که از موقعیتاش به بهترین نحو استفاده بکنه و به اون موقعیت هم برسه. بحسن. نه اینکه استفاده بکنه ولی نرسه، خب اون حتما راضی نیست. ولی آدمایی که هر چیزی که بهشون محول میشه رو به نحو احسن انجام بدن. بله. مثلا شما فکر کنین توی فیلم آقای کیمیایی هم بازی کردم، تو فیلم فلان آقا که حالا اسم نمیبرم بله بازی کردم، و شما اگر هر دو تا فیلمو بذارین من در هر دو تا فیلم بازی خودمو کردم دیگه. اون به کارگردان مربوط بوده که هم تو که مثال زدم آقای فخیم‌زاده رو یا آقای الود یا آقای کیمیایی، بله اون دیگه رابطه‌ای که اینا با تماشاچی برقرار میکنن انقدر محکمه که کار منم دیده میشه، ولی در کار اون آقا کار من دیده نمیشه. اگر نه شما اگر بذارید من تو هر دو تا با صمیمیت کارمو کردم. یعنی من همون آدمی هم که این دو تا کارو با هم انجام دادم و هیچ تغییری نکردم. ولی اون رابطه دیگه بین اون کارگردان، به این دلیل میگم کارگردان، فیلم بردار آقای مازیار پرتو توی چیز نباید دست کم بگیریم توی فیلم قیصر. بله کاری که کرده بودن. فیلم بردار، کارگردان، نویسنده، موزیسین، همه اینا تاثیر دارن و اگر یه مجموعه خوب استثنا خیلی کم تو ایران پیش اومده دور هم جمع بشن یه کار خیلی خوب پیش میاد و هیچ وقت از هیچ جای دنیا عقب نیست. چون الان دنیا یه دهکده جهانیه، یه دهکده کوچولوئه. چرا مثلا ما میگیم ما امکان نداریم فلان کشور داره؟
الان کره اومده داره هم کارهایی رو میکنه که توی فیلم‌های آمریکایی میکنن. چطور ما نمیتونیم بکنیم؟ پس شما مخالفین که ما خودمون رو قیاس بکنیم بعد بگیم اون کشور به خاطر امکاناتی که داره رسیده، چون اصلا به اینا همه نیست. همه امکانات همین دوربینی که الان داره از ما میگیره، همین دوربینی که اون طرف دنیا بله میگیره، توی فرانسه یا توی کره هم داره همین دوربین میگیره. و یه چیزی که بهتون بگم، بچه‌هایی که پشت دوربینای ما هستن انقدر باستریقن که اگر اونا ببینن واپیدنشون. بله درسته، مطمئنم همینه، چیزی نیست ببینن. بله. آقای مفید، فکر میکنید که من به عنوان یک جمله این رو من نوشتم، میخوام نظر شما رو در موردش بدونم. نوشتم که صادق بودن ویژگی که حالت میانه ندارد، یعنی یا هستی یا نیستی. میخوام ببینم که شما در مورد این چطوری. بعضی ها هستن که انقدر صادق بودن و خوب بازی میکنن که شما باور میکنی ولی صادق نیستن، ولی میان قولایی میدن که اصلا وجود نداره و حرفایی میزنن که ممکنه اصلا اتفاق نیفته، ولی چنان میگن که شما کیف میکنی. البته همین هم هست، چون زندگی همش امیده. اقلا این انقدر خوب این رولو بازی میکنه، شما میرید یه حالا یه ما داری کیف میکنی، بعدش نشد دیگه. فقط یه ما لذت بردی از بیان. بله اقلا. آقای مفید، فکر میکنید که الان به هر حال شما به عنوان یک اسطوره هستین در بحث هنری ما، مخصوصا بچه های تئاتر و سینما که من میدونم واقعا مشتاقن به دیدن شما، به اینکه در خدمت شما باشن، به اینکه حتی اگر شما، من مطمئنم که جای یک کلاس کوچیکی بذارید خیلی ها مشتاقن که در خدمتتون باشن. به عنوان توصیه، به عنوان یک کسی که به حال استخون خورد کرده توی این کار و به حال میگن موامون توی این کار سفید شد دیگه به نوعی، ارزش واقعی رو برای این کار و ارزش ظاهری این کار توی بحث تئاتر، توی بحث تئاتر یا سینما، توی بحث تئاتر تو مقوله است. بله میدونم که اینا دو تا مقوله سواست. من میخوام که توی بحث حالا هر کدومشو که فکر میکنید مبتلا به شما راجع به تئاتر صحبت میکنید یا سینما، اونو بهم بدونم. شما راجع من فکر میکنم که اول راجع به تئاتر صحبت بکنیم بهتر باشه. ارزش واقعی در تئاتر و ارزش ظاهری در تئاتر به نظر شما چی میتونه باشه؟ چی میتونه این بچه‌هایی که دارن تئاتر کار میکنن و خب علاقمندن، چی میتونه گمراهشون بکنه، از مسیر اصلی دورشون بکنه؟ چون ما میدونیم که توی هر مسیری، توی ورزش، توی کار هنری، توی هر کاری که آدم میکنه یه سری انشعاباتی وجود داره که آدمو از مسیر اصلی دور میکنه. اینو به هر حال همه میدونن، همه هم بهش واقفیم. من میخوام ببینم که به نظر شما توی این مسیر اون چی میگن، نکاتی که این بچه‌ها باید بدونن، بهشون گوش زد بشه که درگیرش نشن، که از اصل ماجرا بیفتن، به نظر شما چیه تو بحث تئاتر؟ والا اگر راجع به آدم سوال کرده بودیم گفتم رفیق بعد. بله. آدم گمراه میکنه. همینطور تو تئاتر هم تماشاچی بد. دقیقاً سلیقه تماشاچی شما رو به اون راهی میبره که خودش میخواد. هر چی تماشاچی ضعیف‌تر، ساده پسندتر، به چیزهای خیلی عادی خندیدن و کرکر و هرهر کردن باشه، تو کار کمدی یا تو کار جدی برای از این ملودرامای آوکی گله گله اش ریختن باشه، بله، خود به خود اون اکیپ هنری رو، حتی اگر توش هم یه دونه داستین هافمن باشه که نخواد بره، به اون راه میبره. ولی بحسن. اگر تماشاچی خوب فرهیخته داشته باشیم، بخوادم راه بعد بره نمیگیره، نمیتونه بحسن. یا باید بره کنار یا باید مسیرش درست انتخاب بکنه، چون اون توقع اون کار قوی رو ازش داره. این عقیده من، البته ممکنه درست باشه یا غلط، حتما درسته. پس شما فکر میکنید که اگر یک محصولی، یک کار هنری، یک فعالیتی انجام گرفت و این همه پسند شد و همه اون رو تاییدش کردن، یه مقداری باید راجبش تعلل کرد؟ نه، من یه وقت میبینی کار بسیار عالی و همه اصناف ممکنه بپسندن، همه میپسندن. یه وقت هستش که باید نگاه، گفتم باید به سواد و به یعنی شما میگی متخصصش بشینه نظر بده، نه به که چیه یا تماشاچیش مهمه، فرقی نمیکنه که اون چه قشری باشه. همین رو عرض میکنم، تماشاچی در هر قشری فرهیخته و سوالی داری. بله، باید ببینیم فرهیختگان یه جامعه، که فرهیختگان بقال، احسن، نجار، احسن، نقاش، هر کنون
تا بگیریم مثلا اون کسایی که موشک و از این چیزا هوا میکنن، همه ریاضیدان ها دکترا اینا، فرهیختگانشون اگر یه چیزی رو پاش نشستن یا تحمل کردن تماشاش رو یا اینکه راجبش نقد کردن اینا، خب اون یه کار موفق درسته. بله. ولی کلن اگر مردم، خیلی فیلم ها بوده که در زمان من خودم رو میگم، 2.5 میلیون 3 میلیون فیلمه فروخته با بلیت 15,000 تومان، نه با بلیت های حالا. بله. و تمام روزنامه هم انتقاد کردن که آقا این فیلمه نمیدونم آبکی بوده نمیدونم چی. بله درست. در حالی که فروشش بالا باشه و خیلی استقبال بشه، همه مردم رفتن. ولی یه بعضی از فیلمان بود که اصلا فروش نداشت و رفت همون سال جایزه سپاس گرفت در زمان خودش. بله، این تندیسش گرفت با اینکه ممکنه عده زیادی نرفتن. حالا نه اصلا بشینن. از نظر کار تهیه کننده ضرر کرد و معمولا تهیه کننده از اون نوع فیلم های پرفروش می ساختن اگر تهیه کننده بسیار خوبی بودن ها. بله. و که بتونن 2-3 تا از این فیلم های که مقبول عامه نبود ولی فیلم های خیلی خوبی بود، کار قوی بود و بسازن. ولی الان اون فاصله اصلا وجود نداره، یعنی آدم نمیدونه فیلم خوب و بد یا خیلی مشکل شده و همین لطمه میزنه به این جوانایی که الان دارن کار میکنن که بی نظیرن، چه مرد چه زن. اصلا ما اون موقع اینقدر زن بازیگر یا هنرمند نداشتیم، نه در تئاتر نه در سینما. بله. اصلا زن گیری مور که اصلا نداشتیم. درسته. ولی الان در نشل نقاش، در هر هنر ما هنرمندان بی نظیری داریم. بله. ولی کسایی که اینا رو با هم جمع کنن یک اثر نه یه اثر حسابی مثل حالا من اگه بخوام اسم ببرم باز دورت بس برادرم اسم ببرم. بله خدا رحمت شد. یک اثری مثل سهراب و اسب و سنجاقت اگر باشه اینا من فکر میکنم از ماها بهتر جمعش میکنن و بله. اجراش میکنن. اثر ها ما خیلی آبکی شور شده. درسته. بله دیگه الان من فکر میکنم که خیلی دنبال عامپسندی رفتن. خیلی از من جسارت نمی کنم ولی بله من درست میگی. به دلیل همین تلویزیونه شما آگهی ها و این چیزا، شما اگر نگاه بکنید در برنامه های عامپسند خیلی آگهی ها بیشتره. بله. تا در یه برنامه خیلی محکم علمی. بله درسته. مثلا شما در یکی از کانال ها بود برنامه های از اول به وجود اومدن زمین و دایناسور ها بود. بله. شاید تماشاچی زیادی نداشت ولی اونایی که میشه سنباش تماشاچی بودن. بله درسته. بسیار عالی. یک نفسی تازه کنید آقای مفید. شما بله من چایتون رو میل بکنید. بله بفرمید اگه ممکنه لطف کنید یکی دیگه هم بیارن. بله چشم. میگم که برای آقای مفید هم حتما یه چایی دیگه تازه دم بیارن. با اجازه شما به سلامتی شما نوشی جان. آقای چایی بریزید برای آقای مفید اگه لطف بکنید. قربونت برم. خب خیلی ممنون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردین. حتما برنامه‌ای که با حضور جناب آقای مفید پیگیری میشه حتما برنامه مقبول و مورد پسندی برای شما خواهد بود. امیدوارم که تا اینجا هم بوده باشه. آقای مفید ما یه چند تا عکس تهیه کردیم. اون داستانی که داشتم براتون الان توی این مدت رو میگفتم. بله. یکی از هنرپیشه‌ها که خب خیلی مشهور و محبوب شد بعدها، اون اوائل کار من بود، من اومدم یه جوونی از کرمانشاه اومده بود دم در گفت آقا فلان اسم اون آدم رو گفت من عاشقتم و اینا. بله. از اون جوون های پهلوانی کرمانشاهی اینا بغلش کرد و بوسید و گفت من عاشق شما و همه کنم. اونم هی قبقب و نه خواهش میکنم اینا اینجوری. وقتی که رفت من به عنوان آدمی که تجربه داشتم در تئاتر با اینکه سنم هم از اون آدم بیشتر نبود. بله. کشیدمش کنار گفتم که آقا
شما بهترین هنرپیشه ایرانید اصلا. اصلا بهترین هنرپیشه جهانی. از کجا میدونی اون آدم بهترین نجار جهان نیست؟ بهترین رنگرز جهان نیست؟ بهترین نقاش جهان نیست؟ بهترین آهنگر جهان نیست؟ بیچاره بلیط هم میخره میاد تو رو تماشا میکنه. یعنی تو گرفتار اونی، نه اون گرفتار. این چه رفتاریه با این آدم ها داری؟ و اون آدم به فکر افتاد، بعد از اون مشهور خیلی بود. بله. محبوب شد. بله خیلی خوب. یعنی وقتی به تماشاچیش نزدیک شد و همیشه خودشو از اون بالاتر حس نکرد یا با نگاه دیگه‌ای به تماشاچیش نگاه نکرد، اون موقع محبوب شد. بله حتما هم همینطوره. یعنی واقعا برخورد هنرمند با مردم و با کسی که به هر طرف هنرمند به نظر من کار هنریش کارشه. این هیچ دلیل نداره که حس کنه که از دیگران برتره. همچنین هنری نکرده حالا یه کار هنری بلده. نه اصلا کارش اینه. بله. شغلش اینه. درست. اگه نجار باشه چطور مثلا روش نمیشه اصلا میگه من نجارم؟ اما چون هنرمنده من خیلی گندم. من خیلی یا آدمی دیگه ممکن همون آدمی که خیلی دوست داره دکتر باشه، مهندس باشه، پروفسور باشه، اینکه تو خیلی از نظرها اصلا از یک هنرمند بالاتر باشه. بله. تو همه جایگاه اجتماعی هم. آقای مفیدی چند تا عکس داریم اینجا، من اینو اول به بیننده هامون میخوام نشون بدم و بعد اینکه شما راجعش برای ما توضیح بدین. من هم توی دوربین خودم نشونش میدم، یادش بخیر، دوستان ببینن این عکس رو. آقای مفید این ایشون که شما هستید، این آقایی که این طرف هستن. بله خدا رحمتشون کنه. خدمت شما عرض کنم، من هم که عرض کردم 4 سالگی اولین برنامه هم با پدرم رفتم رو صحنه. آخرین برنامه ای هم که توی ایران بود این آخرین جشن توسه، ایشون رستم بازی کردن، من سهراب. بله بسیار عالی. در سن 75 سالگی ایشون بازی کردن. این تصویر رو من شده احسن. بله بازم من نگه میدارم که بیانه اون ببینم. یکی بهتر معلومه. بله یه عکس دیگه هست اینجا، من اون رو مجدداً باز از دوربین خودم نشونتون میدم. آقای مفید راجب این برای ما توضیح بدین. نه یه هومان و سهراب، نه یکی دیگه هم بود، نه نیست اینجا حتما. بله ما این عکس هایی که داشتیم رو برای شما، البته این عکس ها رو هومان و سهراب ما از خودشون خواستیم که بیان. آخرین نمایششون رو قبل از انقلاب، آخرین جشن توس. بله ایشون رستم بازی کردن در جشن توس و بنده سهراب و رفتیم خدمت حضرت فردوسی اونجا در توس. اونجا کار کردیم. بله هم درسته. در خود مشهد هم در توس رفتیم اجرا کردیم. بسیار عالی. آقای مفید شما فکر میکنید که اگر پدرتون توی کار هنری نبودن یا به هر حال برادرتون، این برادرتون که شما فهمونی فوت شدن از شما بزرگتر بودن، بله خدا رحمتشون کنه، یا برادرتون مثلا توی کار، چون من میدونم که جناب آقای مفید از یک خانواده هنرمند و هنر دوست هستن دیگه، تقریبا میشه گفت همه اهل هنر هستن. بله هم شیره ها هم بله پدر، پدر برادرتون، مادرم، مادرتون هم اهل هنر بودن. مدرسه بودن ولی بسیار هنر دوست بودن و هنر پرور. بله حتما همین بوده دیگه. شاگردایی که تربیت کردن خیلی هاشون جزء هنرمندای کشور شده. بله من میخوام ببینم که این چقدر تأثیر گذاشت در این که، حالا ببخشید من مقدارم راحت صحبت میکنم، این که بهمن مفید اگر در این خانواده آیا نبود هم نه باز تو این جایگاه بود؟ نه ممکن بود نباشه. یعنی شما فکر می‌کنید که این بیشترین تأثیر رو گذاشت؟ نه این که پدر این هنرمند باشه؟ آقای بهروز وثوقی تو یه همچین خانواده‌ای نبوده و استعداد شخصیش بود و خیلی هم خوب شد. بله یا آقای فردی یا آقای ملک بطی. درسته. آقای بکماوردی که جزء آدمایی بودش که تماشاچی بسیار زیاد داشت، از همه بیشتر. بله جزء یه همچین خانواده‌ای نبودن ولی خیلی خوب بودن. البته مثلا بعد از به آقای بهروز وثوقی برادراش دیگه، بله خیلی وارد، یک نفر که معمولا تو خانواده ها وارد حوزه هنر میشه، ایشون حالا میتونیم بگیم کل خانواده الان هنرمندن و بچه های اونا شاید نسل بعدی اصلا باز بهترین هنرمندای کشور شدن، فوق العاده باشه. ولی شروع با آقای وثوقی بوده، تو یه همچین خانواده هم نبودن. یا آقای کیمیایی در خانواده شون
فرهیخته زیاد بود. من پدرشونو که میشناختم بسیار آدم باسواد و خیلی پر بودن از... والسته و عارف و ولی هیچ کدوم کارگردان یا به کار سینما مخصوصا که اصلا در دوره آقای کیمیایی کار سینمایی نبود. بله. یه سری خطوطی بود که بلد بودن، میگفتن از راست که اومدی تو از چپ باید بری بیرون، از چپ که اومدی از راست بری. بله. به هم بچسبه و یه ایشون اومد یه حرکتای تو دوربین اضافه کرد که متاسفانه هنوز دیگه همون حرکتای اضافه کیمیایی هنوز اضافه هیچ کس اضافه نکرد. بله. پس شما میگی که این که شما در یک خانواده هنرمند و هنر دوست بودید، این تأثیر زیادی گذاشته روی فعالیت شما؟ خب میدونین گفتم استعداد خود اون آدم شرط. برای اینکه به هر حال این 100%. ولی ما توی این که شک نداریم. برای من 100% که چون در یه همچین خانواده بودم این ذوق در شما ایجاد شد و ادامه پیدا کرد. ممکن بود این ذوق داشتم ولی اگر توی یه خانواده دیگه بودم هیچ وقت ازش استفاده دنبالش نمیرفتم شاید اصلا. یا یه وقت یه اتفاقی مثل آقای وسوقی سر راهی قرار میگرفتم و برام پیش میومد. بله. و مثلا میرفتم تو این کار. نمیتونم بگم بهتون ولی برای من خانواده 100% بود. این اتفاقی که فهمیدید در مورد آقای وسوقی این چی بود؟ آقای وسوقی چطور وارد کار هنر شدن در زمان شما؟ هنر دوست بودن خیلی، این که خودشون نوشته بودن من از نوشته بله. خود ولی آقای ملک مطیر هم خیلی دوست داشتن و عاشق این کار بودن. با آقای والیزاده، با آقای ملک مطیر نمیدونم دیگه برخوردهایی داشتن که اونا شنو راه نمایی کرده بودن. ولی اینکه مثلا تو خانواده شون کسی باشه که اهل هنر باشه و اینا قبل از ایشون نبوده؟ نبوده. آقای مفید من یه عکس دیگه نشون میدم از سمت دوربین خودم و اینکه شما هم ببینید. نوشته که بهمن مفید در صحنه ای از فیلم مرد. بله اینجا بله. من رول یه آدم الکلی رو بازی میکردم. بله. که یه روزی روزگاری پهلوان بوده و حالا به دلیل مشکلات همون که عرض کردم خدمتون رفقای ناباب اینو الکلی کردن، دارن زندگیش که مثلا حالا چند تا یخچال و اینا داشته بالا میکشن و خواهرش رو از دستش در میارن و بعد یه رفیق بابی مثل آقای ملک مطیعی پیدا میشه میاد ایشونو دورشون میکنه. بسیار عالی. جناب آقای مفید یه عکس دیگه اینجا هست از شما و این عکس رو باز من نشون میدم که باید نداره یه مقداری کوچیک‌تره دیگه بچه ها بیشتر زوم کنه. بله. والا من یادم نیست این مال فیلم نباید باشه. نه این یکی از مجلات کاملاً یکی از مجلات برای روی جلدش یه چیزی اومده بود. آقای مفید یه عکس چند نفره اینجا هست که من نشون میدم و از شما میخوام که اگر حضور ذهن دارین دوستانتون رو برای ما معرفی بکنید. یادش بخیر. بله. آقای فردین بودن. بله. فوت شدن. آقای فردین. آقای منجر وسوق بودن که الان توی انگلیس هستن. بله. آقای ایرج قادری هم با بنده در کنار آقای فردین. بله. بسیار عالی. من و آقای فردین تقریبا اهالی یه محل بودیم. البته مثلا ما میدون جاله بودیم، ایشون یه خود پایین تر ایستگاه خرابات بودن. بله. خیلی هم همدیگر دوست داشتیم. مخصوصا من ورزشکارا رو همیشه تشویق میکردم و دوست داشتم. خودتون هم ورزش میکردین؟ خودم یه زمانی قهرمان 200 متر قورباغه تهران شدم. بسیار عالی. بله. چیز بودم، نجات غریق بودم، بندر انزلی هم مدت ها نجات غریق بودم، تهران همینطور. اینا همه قبل از اینکه وارد شما کار تئاتر شدین کنار هم همیشه بوده. من ورزش هم میکردم، یعنی همه این خانواده چون پدرم هم دبیر ورزش بودن در ضمن بله. کار تئاتر میکردن، مادرم هم مدیر مدرسه بودن ولی در ضمن کارهای خانم اعتصامی و اینا رو با شاگرداش رو صحنه میبردن. درست. به این دلیل ما همیشه ورزش و هنر توی خانوادهمون یه دو تا رکن اساسی بود، باید میکردیم. احسن. بر... کس... برادر من خدا بیاموز بیژنم شنگر بسیار خوبی بود، خواهرام که هنوزم سخت دارن و شنو تدریس میکنن و بله. بچه ها رو ولی کارهای هنریشون هم میکنن. درسته. اردوانم دبیر هم ورزش بود، یعنی یه لیسانس ورزش داشت
یه لیسانس از دانشگاه درامات. بسیار خوب. جناب آقای مفید، فکر میکنید که اگر الان شما با این تجربه‌ای که دارید، حالا با تجربه موقعیتی که دارید، فعالیت‌های هنری که انجام شده توی این مدت، زحمتی که واقعا کشیده شده، الان اگر که ما یک موقعیتی، یک صندوق جادویی، یک صندلی جادویی ایجاد بشه و جناب آقای مفید رو برگردونه به یه چیزی 10 سال پیش مثلا، حالا زیادم نمیخوایم دور بکنیم شما رو، 10 سال پیش شما رو برگردونیم، آیا همین فعالیت هایی که تا به امروز انجام دیدید از 10 سال پیش تا الان انجام میدید، یا فکر میکنید که جاهایی باید؟ من از 11-12 سال پیش که اومدم ایران تا حالا پیش داییم کار میکنم. حالا برگردم من بازم هنوزم برای پیش دایی، باز دور برگردم میرم خدمت دایی و با همدیگه بیکاریم دیگه. بسیار عالی. آقای مفید، نظرتون راجع به زندگی ایدئال چیه؟ از نظر شما زندگی ایدئال چه زندگیه؟ والا اگر متأهل باشی، زنت رو عاشقانه دوست داشته باشی، زنت هم عاشقانه دوستت داشته باشه، حالا بچه ها دوست داشته باشن یا نداشته باشن، اون امری صلاحیتی اگه داشته باشن بهتر. چه بهتر. ولی اون دوتایی که همدیگر دوست دارن خیلی همدیگر دوست داشته باشن و خیلی مواظب هم باشن. واقعا هم چون بچه ها میرن دیگه، جدا بچه میشن. بچه ها میرن. بله. آخر ریگه تایجی با همون دو نفر هم که میمونن بله کنار هم. بله. بهتره که همدیگر دوست داشته باشن با کینه و دشمنی و اجبار با هم نباشن. بله. یکی دیگه این که کاری رو که دوست داشتی در زندگی انجام بدی انجام داده باشی، حتی اگه موفق نشده باشی، یعنی دنبال کار خودت رفته باشی، اون کاری که دوست داشتی. اصلا یعنی شما میگید که اگر یه کاری رو بهش علاقه‌مندی تو، اما اگرش نرو تو این که حالا اگر بکنم نتیجهش چی میشه، اگه نشود چی، برو تو دلش. اصلا شما الان یه خود فکر کنین، این همه کار تو دنیا هست، بذاریم بغل هم، هیچ کدوم از هم دیگه سر نیست. حالا مثلا یکیش درآمد زیاده، اگه دنبال پول داری میری، خب باید بری دنبال پول. بله. حالا با هر جور که شده پول تهیه کنی، اگر نه، اگه میخوای زندگی خوب داشته باشی باید بری دنبال عشق، چه از نظر همسری که انتخاب میکنی، چه از نظر کاری که انتخاب میکنی، چه از نظر ورزشی که میخوای بری، هنری که میخوای بری. مثلا من تو یکی از این کانال ها دیدم که داشت میگفت 8 ساعت کار، 8 ساعت زندگی، 8 ساعت استراحت. نه، اون 8 ساعت کار اتفاقا اصلا اصل زندگی اون 8 ساعت کاره، به شرطی که دوستش مورد علاقه باشه. بله. بله. آقای مفید، من یه جمله اینجا نوشتم، میخوام که شما به عنوان بزرگتر ما برای ما توضیحش بدید. نوشته شده خطا ویژگی انسان، عفو و گذشت ویژگی الهی. والا من حرفی ندارم، درسته بالاخره، ولی خیلی آدم هم هستن که اصلا خطا نمی کنن. خب پس ما نمیتونیم بگیم که انسان باید خطا بکنه، انسان ممکن الخطاست، ممکنه خطا کنه. بله. نه که جایزه. کلن خداوند انسان رو طوری خلق کرده که یه روزی بتونه تا نزدیکی، تا کنار، حتی بره کنار خود خدا و بالا بره، یزدان بشین. یعنی برای این کار خیلی میگه مرغ باغ ملکوت هم نیم از آدم خواهد چند روزی قفسی ساختن از بدنم. یعنی منم یه شعر توی همین مایه دارم که میگه برعکس این میگه، میگه من مرغی از طوبا نیم، من ظالم بالا نیم، من زین زمین خاکیم، راهی به راه فانیم، در خلوت تنهای من این راه ناپیدای من، با صد شر و شور آمده، چون هور پر نور آمده، یارم به فریادم رسید، عشق آمده، عشق آمده. ده ده. آدم وقتی خودشو سپرد دست عشق، عشق هر جا ببردش غلط نبردش. بسیار عالی. آقای مفید، فکر میکنید که الان توی زندگی شما بعد از حالا به حال اینکه آدم دستخوش خیلی از مسائل میشه، همه ما میشیم، این اتفاقاتی که برای همه میفته، در طول این مدتی که زندگی کردید جایی برای شما اتفاقی افتاد که از خودتون یا از روزگار بپرسید که چرا من
چرا برای من اتفاق افتاد؟ حالا مثلا یکی دو درگیری بیماری میشه ممکنه بگه مثلا چرا برای من اتفاق افتاد؟ این به فکر فرو ببره. من اصلا قصد این ندارم که بگم انسان اعتراض بکنه به اون مشیتی که براش برنامه‌ریزی شده. اینکه آدم به فکر فرو بشه، به فکر فرو بره به این عنوان که مثلا شاید من انتخاب شدم برای این کار با. یا شاید مثلا این رفتار با من میشه، این اتفاق برای من میفته تا یه مقداری اون رفتارهای ناهنجار من، کارهای بد من غربال بشه. فکر میکنید که برای شما اتفاقی افتاده باشه که اینطوری فکر کرده باشین حالا بعدش یا در حینش؟ والا اونی که قبلا خدمت رو عرض کردم، آدمی که خودش تافته جدا بافته میدونه ممکنه یه روزی بگه آخه چرا من؟ اگر این اتفاقی که برای همه میفته برای من هم افتاده، من تافته جدا بافته نیستم، خب برای من اتفاق افتاده، میتونست نیفته، حالا افتاده دیگه. درست. این که چرا برای من یعنی این که من یه چیز دیگه هم یک غروری پشت این حرف خورده برای بقیه من اتفاق دیگه میفته. یه وقت یه سنگ از یه جایی پرت میشه، سه نفر از زیرش رد میشن، چهارمی که میاد اتفاقا نوبت چه بخور تو سرش دیگه. بله. چرا حالا این انتخاب شده؟ هیچ مشیتی پشتش نیست. این اون سه تا یا تندتر رفتن یا بالا رو نگاه کردن مواظب بودن، یکی مواظب نبوده خورده دستن. توی اون انتخابه چطور؟ اینکه یه رفتار رو از من سر بزنم و من فکر بکنم که یه جایی این من انتخاب شده بودم. من همه اینا رو میذارم پای غرور و خودخواهی که چرا من انتخاب شدم، من اینجوریم. نه، اتفاق افتاده دیگه، میشه نیفته. چه خوبش چه بعد شما میگید که اصلا نباید من طرفه بشه در مورد خودش فکر بکنه راجع به اتفاق. به رفتار شما، به زندگی شما از بچگی بزرگ شدن تو ربطی نداره. اتفاقی که الان افتاده، اتفاق دیگه میفته. من الان از این استودیو میرم پای، میرم تو خیابون، میخوام سوار ماشین شم، یه ماشینی حالا یا بی احتیاطی میکنه یا ترمزش میاد میزنه به من. درسته. من چرا انتخاب شدم برای اینکه ماشین به من بخوره؟ این حرف غلطی هست. اصلا به نظر من منی وجود نداره. اگه یه روزی مردم ما به این برسن که ما ماییم، اون موقع میگفتن فلانی خیلی خودشو میگیره میگه ما. نه، چرا میخواست بگه ما یعنی هممون. یعنی ما اشتباه کردیم، فکر کردیم که اون میگه ما یعنی مثلا من یه چیز دیگه هم. نه، اگه یه روزی هممون رسیدیم به ما، هر اتفاقی که بیفته بینمون تقسیم خواهد شد. احسن. چه خوشی چه ناخوشی. تا روزی هم که ما نشیم یه ملت پیشرفته نخواهیم. بسیار عالی. جناب آقای مفید، غم‌انگیزترین روز سال برای شما چه روزی؟ الان؟ در طول سال، در طول 365 روز یک سال، غم‌انگیزترین روز سال برای شما چه روزیه؟ من تو آمریکا که بودم، خبر مرگ پدرم یکی از بودن بالای سر برادرم که داشت فوت میکرد غم‌انگیز بود. اینجا مرگ مادرم غم‌انگیز بود. ولی اینکه در سال همیشه واسم تا اون روز بیاد غمگینشم نیستش. هر روزی که خوبه منم لذت شمه. من وقتی میام تو خیابون چهرهای خندانی که میبینم خوشحالم. وقتی میبینم غمگینن منم غمگین میشم باهاشون، چون از اینا جدا نیستن. احسنت. به خاطر همینم هست که میگن آقا غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی پایدار نیست. واقعا هم هنرمندا، و خیلی خوبه که همه هنرمندای ما اینطوری باشن و واقعا خودشون رو وقف مردم بدونن. نباشن مردم ردشون میکنن، یعنی قربیلشون میکنن. هنرمندی که میمونه حتما بدون این خاصیت رو داشته. حالا یکی مثل فردین یه نوع فیلم های اونجوری بازی میکرده، فرق نمیکنه. اونی که میبینین مردم خیلی دوستش دارن، حتما بدونین که این خواص رو داره، یعنی خودشو از مردم جدا نمیدونه، بدونه قربیل خواهد شد. حتی اگر تو دوره زندگی خودش هم بزننش رو سرش رو حل و حلواش کنن، به حالا به هر دلیلی که پشت مکتبش میخوان قایم شد یا هرچی، بعدها تأسفش میکنن از تاریخ. یکی از هنرمندان خوبی کشورمون رو توی این مدت همین ایام اخیر از دست دادیم و یک بازیکن فوتبال خیلی خوب رو میخوام که در مورد هر دوشون نظر بدین. در مورد ناصر حجازی یکم صحبت بکنید و در مورد آقای ورشوچی، محمد ورشوچی از تئاتری‌های قدیمی کشور. ناصر حجازی
کاری رو که میکرد هم بلد بودم دوست داشت و این دوست داشتن رو به مردم منتقل میکرد. بله. و پشتیبان مردمی بود که دوستش داشتن. پس اگر حرفی میزد از زبان مردمی که دوستش داشتن میزد، مردمی هم که دوستش داشتن هنوز هم دارن. بله بطرقه آقای بچه ها چی هم خدا بیاموز، مثل بنده مثل بقیه بچه ها از بچگی استخون تو این کار خورد کرده بود و استعدادش هم داشت. آخه بعضی ها تمام عمرشون مثلا، حالا من نستم برام هنوز هم هست اینکه دو سه تا بله. که این آقا اصلا برای چی اومده هنر پیشه شده، جای دوتا هنر پیشه هم گرفته؟ آقا این کار نیستی، برو به کار زندگی دیگه. وقتی میاد به زور نمیشه، نه با زور مجله و رادیو و فلان و چهار تا رفیق و اینا خودشو تا حالا نگر داشته، ولی نمیمونه چون نداره. بخشی من یه دو سال سینم این برازن مال کولره. آقا چایتون رو میل بفرمید. خلاصه نمیمونن اینجور آدم ها. ولی یه آدم هایی هستن که خب شما نمیتونین که بازی به روز توی همون فیلم داشاکل فراموش کنی. بله واقعا فراموش نشده نیم بعضی از اثرها. یا توی فیلم، یه فیلمی بود که رول آدم معتاد بازی میکرد. بله. تا آقای مفید گلوی تازه میکنن، من سایت گروه هنری تصویرسازان رو به شما دوستان عزیز معرفی میکنم، www.tasvirsazan.com. جناب آقای مفید خیلی محبت کردید از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین. من به نمایندگی از گروه تصویرسازان بچه‌های پشت صحنه از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما واقعا خودمون میدونیم که خیلی سخته الان دیگه توی زیر نورا نشستن و بعدم مجریش هم که اصلا حرفه‌ای نباشه دیگه بدتر. نه شما خیلی هم خوب سوال کردین، خیلی هم حرفه‌ای هستید. من همین رو داشتم عرض می‌کردم که جوانای ما همشون در رشته‌های خودشون واقعا خوبن، فقط اون بستری که باید اینا رشد بکنن براشون جور نشده. بله. اگر نه همشون خوبن در هر رشته‌ای. بسیار عالی. آقای مفید یک بیت شعر اگر بخواید برای ما بگید، شعری که مورد علاقتون باشه تو برنامه ما یادگار بذارید، چیزی به ذهنتون میرسه؟ والا یهو از آدم سوال میکنین، آقا آدم همطوری میمونه دیگه. خیلی شعری که من دوست دارم. اشکال نداره، ما به شما فرصت میدیم. ولی من همیشه بیشتر شعرهای فردوسی رو از بهرم، از شعرهای این شعر فردوسی رو از بهر بودن منوط به اون دورانی که شما شاهنامه بازی میکردید میشه، یعنی اون باعث شد اون که این بشه، یه علوه شخصی هستن. ولی پدر من یعنی جزء چیزایی که در خانواده ما حتما باید اجرا میشد خوندن هر شب شاهنامه بود. بله. قصه های مختلف و اسمایی که برامون انتخابم کرده. بله. بیژن و منیژه، اردوان و گردآفرید، هومن و هنگامه، منم بهمن، همه را از شاهنامه انتخاب کرده و با شاهنامه عجین بود خانواده ما و از هم جدا نبودن دیگه. به این دلیله که منم بهترین شعری که شما میفرمایین همونی که اول گفتم، به نام خداوند جان و خرد. بله. که از این برتر اندیشه بر نگذرد. باید آدم به خردش رجوع بکنه برای هر کاری. بسیار عالی. باز هم تشکر میکنم از حضور جناب آقای بهمن مفید، هنرمند چندین و چند ساله کشورمون، هنرمندی که هرگز از ذهن ما و حتما از ذهن مردم عزیزمونم پاک نخواهد شد. من آقای مفید اگر که اجازه بدین من با بینندگان عزیزمون خداحافظی داشته باشم و اینکه در دنیا هر ایرانی که اسم بهمن مفید رو بشنفه یک اپیزود کوتاه از فیلم قیصر به ذهنش میرسه. من میخوام که شما به عنوان حسن ختام برنامه منت بذارید و اینجا یک بار دیگه اونو برای ما اجرا بکنید. من از همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم، امیدوارم که از برنامه خودتون راضی بوده باشید. خدا نگهدار. و آقای خب حالا پنجره من اینه دیگه. بله. بنده با شما خداحافظی میکنم. والا اینو 40-45 سال پیش من گفتم و البته خوبه بدونی شما که
این قبل از این که اصلا رپ تو دنیا به وجود بیاد، این اولین رپ دنیاست، چون تمام خواص رپ رو داره، هم ریتم داره هم قصه داره توش. باشه چشم، من یه بار دیگه هم میگم، ولی به این سن و سال نمیخوره، این مال اون سن جوونیه. یه آدمی رفته بود تو قهوه خونه، خیلی شلوغ پلوغ بود و سر صورت زخمی، هی میگن چی شده، میگه والا یه چی، میگن نه جون من بگو، میگه والا قصهش درازه، من بودم حاجی نصر رضا 500 علی فرصه، آره و اینا خیلی بودیم، کرم آقامونم بود، آره تصدق سر رفقا کرم، والا یه بوی قرازه هم داریم، آره از ما نه از اونا، آره که بریم دواخوری تو نمیری به متقصه، اصلا تو نخش نبودیم، آره نه گاز دنده ترمز دستی دم هتل کوپای دربند بیاده شدیم، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آبجو جو شو رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم، اولی رفتیم بالا به سلامتی لفقا لول لول شدیم، دومی رفتیم بالا به سلامتی جنب پاتیل پاتیل شدیم، سومی اومدیم بریم بالا آش خلی نامرد ساقی شد گفت بریم بالا، رفتیم بالا گفت به سلامتی متم تو نمیری به متقسم، خیلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون، رفتم اومدم در کسی نیست، همه خوابیدن، آره پریدم تو هتل اومدم سر کوچه مرهم بغل این نرقه فروشیه، یه دم یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم، افتادم تو جوب، گفتم هتته، گفت افت یکی گوشت تو گوشم، گفتم نامردا دومنشو نمیزنم تو نمیری، از اولیش قایم تر زد، دست کردم جیبم برم و بیام، یارو رفته بود و اومده بود، ما چشمونو وا کردیم از خونه روسایی، آره حالا ما به همه گفتیم زدیم، شما میگین زده واسه حال افت خوبیه، نه آره آقا فوق العاده بودی، خیلی محبت کرد آقا، تحمل میکنم با تو بار دنیا که سنگینه، تا گرمی تو هست قلبم زمستون رو نمیبینه، تو صفه بودنت باشه زیر آبار نمیمونم، با تو فریاد آوازم نباشی بغض پنهونم، منو آروم کن مثل همیشه با اون لحنی که مخصوص صداته، بگی ترس وجودم رو باشگی که میبینم همیشه تو چشاته، همه دنیا با من بچه نمی ترسم، خوبیه تو به دنیایی میرسه، خودم رو میسرم دست نگاهت، تو تقدیرم با تو خوشبختی، بیمرزه بیمرزه.